السلام علیکم بینندگان برنامه مهری سخن از شبکه تلویزیونی بهارستان. قبل از همه شما را به فرا رسیدن روز عید زبان تبریک میگویم. در کار زندگانیتان کامیابی ها تمنا دارم. دوستان عزیز، در عرفه عید زبان یک سخن یک عالم ایران سید نفیسی را اول به شما قرائت میکنم که درباره سرزمین ما، درباره ادبیات ما، سرآمدان ادبیات ما، علل خصوص درباره زبان ما چی گفته است. این نکته که حاضر من به شما عیناً آوردنی هستم در یکی از مقاله های سید نفیسی سال های 30 چاپ شده بود. از بس که در اطراف زبان تاجیکی یک بحث دامنه‌دار به میان آمده بود، به همین مناسبت همین مقاله سید نفیسی را مطبوعات ما با حروفات لاتینی چاپ کرده بود. و در همان جا یک نکته خیلی نجیب در خاطر من مانده بود، همان را من به سمع شما میرسانم. این خطه یعنی سرزمینی دلانگیز بزرگترین شعرای ایران را پرورده است. رویدکی پیشروی این سلسله و جامع آخرین مرد بزرگ این خانواده است. شهرهای بزرگ و آباد این ناحیه که از قدیمترین شهرهای ایران شماریده می شوند، مثل سمرقند، بخارا و بلخ، همیشه دارالعلم ایران بودند. بزرگان ایران اغلب از این سرزمین برخواستند. هر کتاب فارسی را که میخوانیم همه شما را به یاد این وادی نیاگان می اندازد. تا اواسطی میانه های قرن 12 سطر از تاریخ ایران نیست که یک بار اسم بخارا یا سمرقند و بلخ در آن به زبان برده نشده باشد. آرزوی من این است که این سرزمین پاک نیاگان خود را زیارت کنم و یک بار در عمر خویش این زبان شیرین